آن در داخل کشور قسمت چهارم فصل سوم اصلاحات و سوابق آن در رژیم ولایت فقیه. چه خوب بود اگر خمینی پدر طالقانی را پس نمی زد و ریاست جمهوری ایشان را می پذیرفت. اما حتی ما به درستی نفهمیدیم که چه شد که آقای طالقانی 3 ماه و نیم پس از اینکه ما او را نامزد ریاست جمهوری کردیم به طور ناگهانی درگذشت. من دلیلی ندارم که بگویم این درگذشت مشکوک است. اما توده مردم در آن زمان شعار می دادند بهشتی بهشتی طالقانی را تو کشتی. در هر حال پدر طالقانی که در آبان 57 از زندان آزاد شده بود در بیرون زندان فقط 10 ماه و نیم به سر برد و هر روز هم از جانب دار و دسته خمینی تحت فشار و در معرض جنگ اعصاب و بحران قرار داشت. رفتار خمینی با آیت الله طالقانی مفسر بزرگ قرآن که دیگر نمیشد به او هم برچسب التقاطی و منافق زد نشان داد که رژیم خمینی ظرفیت اصلاح شدن ندارد. هر کس اندک آشنایی با قرآن و تفسیر داشته باشد میداند که خمینی در تفسیر قرآن نه فقط به گرد پای پدر طالقانی هم نمی رسید بلکه سراپا غرق در منطق سوری و اسلوب اسکولاستیکی و جهاندینی قرون وسطایی بود. تنها نقطه قوت خمینی مبارزه جویی او در زمان شاه البته از موضع مادون سرمایه‌داری بود.